سبب تأخیر اجابت دعای من ای بسا مخلص که ناولد در دعا تا رود دود خلوصش بر سما تا رود بالای این سقف برین بوی مجمر از انین المذنبین پس ملایک با خدا نالند زار که مجیب هر دعا وی مستجار بنده ممن تضرع می کند او نمی داند به جز و مستند تو عطا بیگانگان را می دهی از تو دارد آرزو هر مشتهی حق بفرماید که نز خاری اوست این تأخیر عطا یاری اوست حاجت آوردش ز غفلت سوی من آن کشیدش موکشان در کوی من گر برآرم حاجتش او وارود هم در آن بازیچه مستغرق شود گرچه می نالد به جان یا مستجار دل شکسته سینه خسته گو بزار خوش همی آید مرا آواز او وان خدایا گفتن و آن راز او وان که اندر لابه و در ماجرا می فریباند به هر نوعی مرا توتیان و بلبلان را از پسند از خوش آوازی قفس در می کنند زاغ را و چغد را اندر قفس کی کنند این خود نیامد در قصص پیش شاهد باز چون آید دوتن آن یکی کمپیر و دیگر خوش زغن هر دو نان خواهند او زودتر فطیر آورد و کمپیر را گوید که گیر وان دگر را که خوش استش قد و خد کی دهد نان بل به تأخیر افکند گویدش بنشین زمانی بیگزند که به خانه نان تازه میپزند چون رسد آن نان گرمش بعد کت گویدش بنشین که حلوا میرسد هم بر این فندار دارش میکند وزره پنهان شکارش میکند که مرا کاریست با تو یک زمان منتظر میباش ای خوب جهان بی مرادی مؤمنان از نیک و بد تو یقین میدان که بهر این بود